فقط خبر. بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره، کره شمالی دفتر ارتباطات با کره جنوبی را منفجر کرد. زنگ خطر بازگشت کرونا به نیوزیلند و چین، شمار مبتلا شدگان در جهان از 8 میلیون نفر گذشت. افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در افغانستان، انتقادها از شفاف نبودن مصرف کمک‌های جهانی بالا گرفته. و پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، نظرسنجی در 142 کشور از فقیر شدن جهان حکایت می‌دارد. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. کره شمالی دفتر ارتباطات مشترک با کره جنوبی در منطقه حائل مرزی دو کشور را منفجر کرده. دفتری که پیونگیانگ میگوید بیفایده بود. با تیره شدن روابط دو کشور در هفته های اخیر، کره شمالی همه ارتباطاتش با کره جنوبی را قطع کرده بود. به نظر می رسد انفجار این دفتر به دستور خواهر رهبر کره شمالی صورت گرفته باشد که از مدتی قبل مسئول روابط با کره جنوبی شده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. 동남 사이의 모든 통신 연락선들을 차단해 버린 데 이어 گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی و اعلام خبر انفجار دفتر هماهنگی ها با کره جنوبی بعد از قطع ارتباطات دو کشور، نشانه خشم مردم به گفته او علیه توفاله های انسانی و کسانی که به آنها پناه می دهند. اشاره به پناهجویان کره شمالی در کره جنوبی. این لحظه انفجار در ساعت 2:50 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی، حرکتی نمادین از طرف کره شمالی، نشانی از عمق تیرگی روابط دو کشور بعد از آنکه کره شمالی هفته گذشته ارتباطاتش را با کره جنوبی قطع کرد. دفتر هماهنگی ها با کره جنوبی در مرز میان دو کشور واقع بود، در نوار حائل غیر نظامی در شهرک صنعتی کیسون، شهرکی که تا چند سال پیش محل استقرار چند کارخانه بود، پروژه‌های مشترک دو کشور. این دفتری که امروز منفجر شد، ساختمانی چهار طبقه که در سال 2018 دو سال پیش ساخته شد. وقتی که دو کشور امید داشتند روابط با سرعت رو به گسترش بگذرد. و این تازه ترین عامل خشم کره شمالی، تصاویری از ماه گذشته، هوا کردن بالون هایی از گاز هلیوم پر از اعلامیه های ضد دولتی در کنار مرز، کار گروه های پناهندگان و مخالفان کره شمالی در کره جنوبی. در سئول مشاور امنیت ملی کشور میگوید اگر کره شمالی بحران را تشدید کند، کره جنوبی پاسخ خواهد داد. اشاره مقام کره جنوبی به امکان اقدام نظامی است که با توجه به انفجار دفتری که در زمان فعالیتش نوعی سفارت تلقی می‌شد دور از ذهن نیست. در میان مردم در سئول که هنوز درگیر و دار خطر شیوع مجدد ویروس کرونا است، این دانشجو می‌گوید اقدام کره شمالی نوعی زور و بازو نشان دادن است. او می‌گوید بعید است که کره شمالی بخواهد حمله کند. و این زن می‌گوید اگر بی‌اعتنا به کره شمالی باشیم، ممکن است حتی کاری تندتر بکند. اما در کره شمالی به نظر می‌رسد انفجار دفتر همکاری‌ها با کره جنوبی تصمیم خواهر رهبر بوده که مدتی است مسئول روابط با کره جنوبی شده است. به نظر می‌رسد کیم یو جونگ که به گفته منابع دولتی آمریکا 30 ساله است، مدتی است حتی قبل از غیبت‌های اخیر کیم جونگ اون از اختیارات بیشتری برخوردار است. او به خصوص از اینکه کره جنوبی با همراهی با آمریکا از تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی حمایت می‌کند ناخشنود است. کسرانجی، بی بی سی. از دانکن بارتلت، خبر سردبیر نشریه ایژن افرز، درباره افزایش تنش در روابط میان دو کشور پس از انفجار امروز در منطقه مرزی کره شمالی و جنوبی پرسیدم.
بله شما کاملا حق دارید وقتی میگید که یک تغییر بسیار فاحشی داشتیم در رابطه دو کشور و خب وقتی که شاهد این انفجارهایی بودیم در یکی از شاید بگیم حساس‌ترین مناطق کل آسیا شاید حتی کل جهان وقتی که مدتی پیش دو سال پیش حدوداً رئیس جمهور کره جنوبی شروع کرد به ژست ها و حرکات آشتی جویانه به سمت شمالی ها در نهایت هدف اونها رسیدن به صلح و حتی وحدت دو کره بود اما حالا شاهد این بن‌بست هستیم و اتفاقی که افتاده اینه که جنگ لفظی بین دو طرف هستیم کره شمالی سربازان خودش رو دوباره به منطقه خل سلاح شده مرزی فرستاده بنابراین تا این حد ممکنه که بیشترش لفاظی باشه اما وقتی که امروز شاهد بودیم که یک محلی که دفتر ارتباطات دو طرف بود برای اینکه شاید بتونن بحث‌های به اصطلاح محتاطانه ای رو برای آینده خودشون انجام بدن وقتی اون رو منفجر کردن طبیعتاً هیچ علامت خوبی نیست و این آیا میتونه علامت این هم باشه که مذاکرات بین کره شمالی و آمریکا هم کم و بیش به در بسته خورده برداشت من اینه که کره شمالی خیلی خوشحال بود وقتی که موفق شد اون ارتباط مستقیم بین رهبرش کیم جونگ اون و پرزیدنت دونالد ترامپ از ایالات متحده رو داشته باشه اما واقعیت اینه که از نظر کره شمالی اون دیدار دستاورد خیلی کمی براشون داشت به طور مشخص به برداشت شدن تحریم ها بر علیه کره شمالی منجر نشد اقتصاد کره شمالی به شدت ضعیف هست و هیچ کسی با اونها داد و ستدی نداره منهای چینی ها در حد محدود بنابراین اونها از این قضیه ناخرسند هستند و مستاصل شدند و خب این واقعیت که رهبر کره جنوبی هم موفق نشده که فشار آمریکا بر کره شمالی رو کم کنه در راستای اون سیاست‌های آشتی جویانه خودش این مزید بر علت شده در گزارش شما هم وقتی که به اون بالون‌های هلیومی اشاره شد که یک حرکت پروپاگاندا بود از نظر شمالی‌ها این هم به نظر میاد که به نوعی در نهایت ماشه نهایی بوده که کشته شده و این به این پاسخ شدید کره شمالی منجر شده که امروز شاهدش بودیم دانکن باتلت بود گزارشگر سردبیر نشریه ایژن افرس اما چند خبر کوتاه ارتش هند میگوید سه سربازش در درگیری با نیروهای چین در مرز دو کشور در منطقه کشمیر کشته شدند این درگیری در دره گالوان روی داده که هر دو کشور آن را بخشی از خاک خود میدانند قدمت اختلافهای مرزی بین چین و هند به چند دهه میرسد اما کشته شدن سربازان در تنشهای سالهای اخیر بی سابقه بوده ایران از سه کشور اروپایی به خاطر قطعنامه‌ای که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کردند انتقاد کرد و آن را غیر سازنده خوانده. فرانسه، آلمان و بریتانیا در پیشنویس قطعنامه‌ای که دیروز به آژانس ارائه کردند خواهان همکاری کامل ایران با این نهاد بین‌المللی شدند. دبیر کل آژانس دیروز گفت ایران در 4 ماه گذشته مانع دسترسی بازرسان به 2 سایت مورد درخواست این نهاد شده. در ایران با مرگ 115 نفر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا تعداد جانباختگان به 9065 نفر رسید. همزمان وزارت بهداشت گفته استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که با شناسایی 793 بیمار جدید در شبانه روز گذشته تعداد کل مبتلا شدگان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 26 هزار نفر رسیده. بر اساس آمارهای رسمی در همین مدت 13 بیمار هم جان باختند که با این حساب تعداد کل جان باختگان به 491 نفر رسیده. دولت چین میگوید خطر شیوع مجدد ویروس در پکن پایتخت این کشور بسیار جدی است. بنابر آمار رسمی در 5 روز گذشته بیش از 100 نفر در پکن به کووید 19 مبتلا شدند. 2 مورد جدید ابتلای قطعی هم از نیوزیلند گزارش شده. همزمان سازمان بهداشت جهانی نسبت به گسترش مجدد ویروس کرونا هشدار داده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ترس بازگشت به روزهای تیره شیوع گسترده کووید 19 اینجا در پکن پایتخت چین. آمار رسمی نشان می‌دهد که طی 24 ساعت گذشته 27 مورد جدید ابتلا در این شهر به ثبت رسیده.
دولت چین میگوید خطر شیوع مجدد ویروس در پکن بسیار جدی است. بخشی از حمل و نقل عمومی متوقف شده و نزدیکان مبتلایان جدید نمیتوانند پکن را ترک کنند. منشأ شیوع دوباره ویروس این بازار بوده، مهمترین مرکز فروش مواد غذایی در پایتخت. پیش از این دولت چین 50 روز هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در پکن اعلام نکرده بود، اما حالا میگوید در 5 روز آمار مبتلایان جدید در پکن به 106 نفر رسیده. در اروپا اما شمار مبتلایان و مرگ و میر به صورت چشمگیری کاهش یافته. بسیاری از کشورها همزمان با کاهش موارد جدید ابتلا شروع به بازگشایی کسب و کارها کردند. مثلا اینجا، سینمایی در روم پایتخت ایتالیا که با حفظ فاصله 2 متر سالن‌های خود را پر کرده. بیشتر کشورهای اروپایی حالا مرزهایشان را به روی شهروندان حوزه شنگن گشودند. اما به نظر می رسد باز شدن مرزها هنوز می تواند به شیوع کووید 19 دامن بزند. دولت نیوزلند اعلام کرده که 2 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا یافته که ویروس را با خود از آن سوی مرزها آوردند. دیروز که از بریتانیا به نیوزیلند آمدند آزمایش شدند و آنها 2 خانم از 1 خانواده هستند. دیروز شمار مبتلایان قطعی به کووید 19 از 8 میلیون نفر در جهان گذشت. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده کشورهایی که موفق به مهار شیوع کووید 19 شدند باید نسبت به گسترش مجدد این بیماری هوشیار باشند. این سازمان میگوید طی 2 هفته اخیر روزانه بیش از 100 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در جهان ثبت شده که 3/4 آنها در 10 کشور در جنوب آسیا و قاره آمریکا هستند. آمریکا با حدود 2 میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا همچنان بیشترین تعداد ابتلای قطعی به این ویروس را در جهان دارد و پیش بینی می شود که تا اوایل پاییز امسال شمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور به بیش از 200 هزار نفر برسد. همزمان شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین به شدت افزایش یافته و بیش از 20% مبتلایان در جهان در این منطقه هستند. به نظر می رسد تا زمانی که تهدید شیوع مجدد وجود دارد، بازگشت سریع به روزهای پیش از بحران دور از واقعیت باشد. شیدا هوشمندی، BBC. وزارت صحت افغانستان گفته با شناسایی 793 بیمار جدید در شبانه روز گذشته شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 26 هزار نفر رسیده. طی این مدت 13 نفر هم جان خودشون را از دست دادند و شمار کل مبتلایان به حدود 500 نفر رسیده. در همین حال انتقاد از عدم شفافیت در مصرف کمک‌های جهانی برای مبارزه با کرونا در افغانستان بالا گرفته. نسیر نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. تلاش نیروی رضاکار برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در شهر. یک بنیاد خیریه در خیابان‌های کابل خودروها را رایگان ضد عفونی می‌کند. شهری که با شناسایی بیش از 10 هزار مورد ابتلا در صدر ولایات آلوده به ویروس کرونا قرار دارد و مواجه با کمبود امکانات. در هرات نیز شماری از عدم ارائه درست خدمات در شفاخانه‌های مخصوص کووید 19 شاکی‌اند. از کمبود تست و تأخیر در اعلام نتیجه تا عدم رعایت مسائل بهداشتی. اصلاً فکر نمی‌کردم اینقدر فضای آلوده‌ای باشه. وقتی با همسرم رفتم فقط تونستیم 2-3 دقیقه منتظر بمانیم. وقتی همسرم رفت و دید که دکتران دستکش نداشتن، ماسک نداشتن، تجمع زیاد بود، هیچ فاصله بین آدما نبود، مرد و زن با همدیگه یک جا بودن. پس برگشتیم و ما بدون اینکه تست بودم. وزارت صحت تاکنون تعهد مالی معادل 155 میلیون دلار را از جامعه جهانی به دست آورده. اما انتقاداتی از عدم شفافیت مصرف پول بارها از سوی مردم و نهادهای مختلف مطرح شده. نقد بسیاری این است که با وجود کمک‌های فراوان جهانی چرا هنوز ظرفیت مبارزه با ویروس کرونا ناچیز است. وزارت صحت اما می‌گوید شماری از مشکلات و کمبودی‌ها حل شده. در قسمت تخت بستر فعلا مشکل موجود نیست. یعنی بیمار مراجعه کنه ما برش ظرفیت بستر نمودن و عرضی خدمات لازم را داریم. مطمئنن بحث دستگاه تنفس مصنوعی در یک تعداد ولایت یک چالش هست. 510 دستگاه از جرمنی خریداری شده که با رسیدن از اینا مشکل رفع میشه
و همچنان تعداد تجهیزات که از طریق یونیسف خریداری میشه و از در قالب پروژه بانک جهانی و ایدیبی آورده میشه تسهیل ایجاد خواهد کرد. بانک جهانی بیش از 100 میلیون دلار به این وزارت کمک کرده که قرار است در طول 4 سال برای ارائه خدمات صحی به مصرف برسد. بانک انکشاف آسیایی نیز 40 میلیون دلار برای ایجاد و ترمیم بیمارستان‌ها اهدا کرده، اما این پول هم در برنامه طولانی مدت به مصرف می‌رسد. به تازگی اتحادیه اروپا هم مبلغ 50 میلیون یورو کمک را وعده داده. اما آنچه عملاً در دسترس وزارت قرار گرفته، کمک‌های تجهیزاتی مثل لوازم بهداشتی و کیت‌های تشخیصی از کشورهایی چون چین، ترکیه، قطر و ایران بوده. اگرچه شمار مبتلایان از مرز 26,000 گذشته، اما در کل کشور فقط نزدیک به 4,000 تخت برای بیماران کرونا تخصیص داده شده. از این میان تنها 200 تخت مجهز به ICU است. از طرفی برای کل جمعیت 34 میلیونی 11 آزمایشگاه مشغول کار است که ظرفیت انجام 2000 آزمایش را در یک شبانه روز دارد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. ساعتی بعد از دور جدید تهدیدهای پیونگیانگ، کره شمالی دفتر ارتباطات با کره جنوبی در شهر مرزی کاسونگ را منفجر کرد. با شناسایی مبتلایان جدید، زنگ خطر بازگشت کرونا در چین و نیوزیلند به صدا در آمده. در ادامه این برنامه، نتیجه نظرسنجی در 142 کشور از فقیر شدن جهان در پی شیوع کرونا حکایت دارد. خبرگزاری‌ها در ایران از وقوع یک قتل ناموسی در آبادان خبر دادند. رئیس پلیس آبادان تایید کرده که مردی 23 ساله که همسر 19 ساله خودش رو به قتل رسونده دستگیر شده. متهم گفته انگیزه قتل اختلافات خانوادگی بوده. همزمان اخباری هم از قتل دختری 22 ساله در کرمان توسط پدرش منتشر شده و گفته شده دلیل آن دیر به خانه برگشتن دختر بوده. پویا قربانی همکارم از لندن با ما هست. پویا، کمی از واکنش ها به آنچه که اتفاق افتاده برامون بگو. مجید، من قبلش هشدار بدم که ممکنه در توضیحات من جزئیاتی باشه که برای کودکان به هیچ وجه مناسب نیست و بعضی از مخاطبان ممکنه ناراحت کنه. جزئیاتی که ما میدونیم از قتلی که در آبادان اتفاق افتاده، بنابر اخباری است که وبسایت رکنا در ایران گزارش کرده که عمدتاً اخبار حوادث رو پوشش میده. 25 خرداد شبانگاه مردی به کلانتری 11 ولیعصر آبادان مراجعه میکنه و اعتراف میکنه اونجا به صورت اولیه که همسرش رو کشته و اونجا با ماموران به ساحل رودخانه بهمنشیر میرن در منطقه بهار 56 و اونجا ماموران کشف میکنن جسد زنی که بعداً مشخص میشه 19 ساله بوده و از قضا دخترموی این مرد 23 ساله هم هست. گفته شده در همون اعترافات اولیه‌ای که در کلانتری گرفته شده، 2 روز بعد از مراسم عقد زنی که گفته شده اسمش فاطمه برهی هست خونه رو ترک کرده. بعدن شوهرش، حالا خودش یا احتمالاً به کمک افراد دیگه او رو در مشهد 1 سال بعد پیدا میکنن و به آبادان برمیگردونن و یک شنبه در حقیقت مشخص میشه که او به قتل رسیده. همونطور که گفتی قتل دیگه هم در اخبار منعکس شده بود، این دفعه در کرمان. سلسله وار شدن اینها و اونچه که به اصطلاح قتل ناموسی در ایران خونده میشه توجه بسیاری رو جلب کرده. ما رومینا اشرفی در تالش رو داشتیم، حالا فاطمه در آبادان و بعد ریحانه در کرمان، که البته در مورد ریحانه هنوز اطلاعات واضحی در دست نیست، اما همین دنبال دار شدن اونها و توالی اونها واکنش بسیاری رو برانگیخته. از جمله اینکه مثلا در مورد قتل رومینا اشرفی که به دست پدرش رخ داده بود، مرکز مدیریت حوزه علمیه زنان در ایران بیانیه‌ای صادر کرده بود و در اون اتهام رو متوجه فعالان حقوق زنی دونسته بود که مخالف ازدواج دختران زیر 18 سال هستن و گفته بود که اگر اونها
دختران نوجوان رو برچسب کودک بهشون نمیزدن، خانواده ها اونها رو میتونستن آماده ازدواج کنن و در حقیقت نتیجه که گرفته اینه که ممکن بود اون در اون صورت شاهد وقوع همچین فجایعی نباشیم. اما خب این قتل خیلی ها رو یاد فیلم عروس آتش میندازه، شاید یه جور پایان بندی متفاوتی از فیلم عروس آتش که خسرو سینایی رو ساخته باشه، که در اون همون ازدواج فامیلی و قتل های موسوم به قتل ناموسی در ایران پرداخته بود و همونطور که بر سر رومینا هم اتفاق افتاده بود، باز دوباره بحث این که چگونه مجازات میشه قاتل در این موارد که قتل خانوادگی و ناموسی هستش مطرحه و همینطور حقوق کودک و حقوق زن در ممنونم. ببخشید وقت بیشتری نداریم. پویا قربانی همکارم از لندن. آتش سوزی های پراکنده در نقاط مختلف جنگل های زاگرس در بعضی از نقاط مهار شده و در بعضی از نقاط دیگر زبانه می کشد، از جمله در ارتفاعات شمال شهر یاسوج که داوطلبان برای مهار عازم اونجا شدند. این ویدیو رو در شبکه های اجتماعی همین ها منتشر کردم. این ویدیویی رو که میگیرم محور یاسوج شیراز منطقه زیبای پریکدون، این ویدیو از فاصله 20 کیلومتری و حتی بیشتره. همچنین نقاط مختلفی الان در تنگ زیبای سریز یاسوج آتش‌سوزی وحشتناک گزارش شده. مدیر منابع طبیعی من همین الان باشون تماس گرفتم. منطقه گندیخوری در پاتاوه هم آتش‌سوزی وحشتناک گزارش شده. متاسفانه نیرو خیلی کمه و ما دستمون خالیه، به کمک احتیاج داریم. ویدئویی بود که داوطلبانی که برای مهار آتش به یاسوج رفته بودند منتشر کردند. اما در ایران اوایل این هفته عده‌ای از تولید کنندگان و وارد کنندگان در اعتراض به عملکرد سامانه دولتی نیما برای خرید و فروش ارز جلوی بانک مرکزی تجمع کردند. اونا میگفتند با گذشت مدت‌ها از پرداخت ریال به صرافی‌ها در این سامانه هنوز ارزی که خریدند رو دریافت نکردند. در پی این اعتراض‌ها حالا به گزارش ایسنا بانک مرکزی از یک صادرکننده متخلف خواسته ارزی رو که در سامانه نیما فروخته به خریداران تحویل بده. بهرنگ تاجدین گزارش میده. درخواست معترضان خشمگین از رئیس کل بانک مرکزی ایران برای کنارگیری. آنها این نهاد را مقصر تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگرانشان می دانستند. معترضان یک شنبه می گفتند مدت‌ها پس از پرداخت پول در سامانه نیما هنوز ارزی را که برای واردات نیاز دارند دریافت نکردند. نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه. در پی این تجمع بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای گفت دلیل اعتراض تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از وارد کنندگان بوده که منشأ این تخطی نیز تأخیر یک صادر کننده در تحویل ارز به آن صرافی‌ها بوده است. تأکید می شود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا نیما است ندارد. به راحتی می شد این خرید فروش ها رو با تضمین هایی، با حساب هایی که حساب واسط میتونن باشن که تا پایان یک انجام یک تعهد ارزی امکان برداشت از این حساب ها وجود نداشته باشه و یک در واقع خرید و فروش امنی رو رقم بزنن، بانک مرکزی میتونست با چنین تمهیداتی جلوگیری بکنه از اتفاقاتی از این دست. حالا خبرگزاری ایسنا گزارش داده که یک روز پس از تجمع با دخالت بانک مرکزی جدولی زمانی برای پرداخت ارز به این خریداران تعیین شده. اسفند ماه هم عده‌ای در اعتراض به سامانه نیما جلوی بانک مرکزی تجمع کرده بودند. سامانه‌ای که دو سال پیش دولت ایران پس از چند نرخی شدن قیمت ارز راهش انداخت. نیما مخفف نظام یکپارچه معاملات ارزی است. بازاری که در آن وارد کنندگانی که واجد دریافت دلار دولتی 4200 تومانی نبودند می توانستند از صادر کنندگان ارز بخرند. ارزی ارزانتر از بازار آزاد ولی گرانتر از قیمت دولتی. اساساً این سیاست گذاری و این سنرخی شدن بازار ارز سیاست درستی نیست. هر چقدر که جلوتر آمد مشکلات بیشتری باش همراه بود و هرگز نتونست بدون مشکل و بدون ابهام این ساختار فعالیت خودش رو انجام بده. دولت چند نرخی کردن ارز را راهی برای مدیریت منابع ارزی ایران در شرایط تحریم‌های گسترده می‌بیند. فارغ از درستی یا نادرستی این سیاست، ماهیت رانتسای ارز چند نرخی و سهمیه‌ای
کار اداره بازار و نظارت بر آن را دشوار می‌کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. در روزهای اخیر عکسی از تظاهرات ضد نژادپرستی در لندن توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به خودش جلب کرده. این عکس لحظه‌ای رو به تصویر کشیده که پاتریک هاچینسون که از معترضان به بدرفتاری نژادی است، یک مخالف خود را که زخمی شده از محل درگیری میان راستگرایان افراطی و تظاهرکنندگان ضد نژادپرستی دور می‌کنه. او با بی بی سی درباره این لحظه گفتگو کرده. Did what we had to do. We stopped somebody from being killed, basically. I actually was further away from the incident than the other guys. I didn't see what was actually going on at first. Pierre was much closer to the scene, and also Jermaine, I think, and they. Had seen that there was a bit of an altercation at the top of the stairs between the far right EDL hooligan, football hooligans, whatever you want to call them, and some of the Black Lives Matters protesters. So it looks as though the hooligans got dispersed, leaving one man standing, and unfortunately for him, everybody set upon him. There was a bit of a melee on the stairs. The guy ended up on the floor, and these guys rushed in to stop him from getting trampled. In doing so, they created a barrier around him, and I was sort of the last one to come in. I scooped him up into like a fireman's carry, and sort of marched him out with the guys around me, protecting me and shielding me and protecting this guy from getting any further punishment. They were still trying to hit him as we were leaving the scene. I wasn't thinking. I was just thinking of, you know, a human being on the floor. It wasn't going to end well had we not intervened. And that was it. I had no other thoughts in my mind apart from get him to safety. گزارش دیگری هم داشتیم در مورد فقیرتر شدن جمعیت جهان همزمان با در واقع پیشرفت یا در واقع همه‌گیری ویروس کرونا که به فرصت پخشش پیش نیومد. برای دریافت آخرین خبرها و تازه‌ترین خبرها به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش از bbcpersian.com. ممنون از همراهیتون تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشم.